بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام و درود بر شما. سال نو بر شما مبارک. امیدوارم تا امروز ایام خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و تونسته باشید به رغم خواست دیکتاتوری حاکم از فرصت نوروزی برای نو کردن یادها و ایام استفاده کنید. از امروز و در چند برنامه من و همکارانم در خدمت شما هستیم تا نگاهی کنیم به ایران در سالی که گذشت. این یکی از سنت‌های رسانه‌های جهانه که در ابتدای سال نو تلاش کنن نگاه کلی بندازن به سالی که گذشت تا بتونن راه‌توشه‌ای بگیرن برای ساختن سالی بهتر. بنابر همین سنت پسندیده، ما هم در سیمای آزادی تلاش کردیم در مجموع برنامه‌هایی که تهیه کردیم نگاهی داشته باشیم به ایران، مردم ایران و مقاومتشون و البته جهان در سال 99. ما البته طبعا در این برنامه بخش مربوط به ایران رو در خدمتون هستیم و اون دو برنامه دیگر رو، یعنی نگاهی به مقاومت و جهان در سال گذشته رو، دیگر همکارانم تقدیمتون میکنن. اما برنامه ایران در سالی که گذشت در 8 قسمت تنظیم شده. هر قسمت شامل یک گزارش نسبتاً کوتاه و یک گفتگوه که با میهمانان برنامه پیش میبریم. در این 8 برنامه ایران و وضعیت ایران در دیکتاتوری آخوندها رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، چه از نظر سیاسی یا اقتصادی یا بحرانهای اجتماعی یا روابط بین المللی رژیم و انزوای منطقیش یا بحران محیط زیست و همینطور جنگ و جدال درونی رژیم. در اولین قسمت از این سلسله برنامه ها نگاهی میکنیم به همین مورد آخری که گفتم، یعنی بحران درونی رژیم و وضعیت باندهای متخاصم درونی نظام. اگه موافق باشید اول یک گزارش تصویری در این مورد ببینیم تا بعد دوباره برگردیم به استودیو و همراه با میهمانان برنامه روی همین موضوع گفتگو داشته باشیم. وضعیت درونی رژیم در سال 99. خدا رو شکر میکنم و خرسندم از اینکه در شرایط کنونی هم که شرایط نامساعدی است، خامنه ای سال 99 را با خیزی بلند برای یک دست کردن رژیمش آغاز کرد. او در سخنرانی روز 28 اردیبهشت 99 خط سیاسیش را در قالب ضرورت دولت جوان با شاخص قاسم سلیمانی مطرح کرد. به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم. وی پیش از آن با جارو کردن باند اصلاح طلب از مجلس رژیم و گماشتن قالیباف، سرکرده پیشین نیروی انتظامی در رأس آن، گام اول را در سیاست انقباضی و یک دست کردن رژیمش برداشته بود. این سیاست انقباضی وجوه دیگری هم داشت، از جمله تشدید خط سرکوب داخلی و فعالان کانونهای شورشی با اعدام دستگیر شدگان قیام، تشدید فعالیت نرم افزاری علیه مقاومت، تشدید توطئه های تروریستی علیه مجاهدین در خارج از کشور، تشدید تضادهای بین المللی با افزایش دخالت های منطقه‌ای، افزایش فعالیت های موشکی، سرعت دادن به غنی‌سازی هسته‌ای و قلمداد کردن آن به عنوان نتیجه تحریم های ترامپ و حفظ پل های ارتباطی با اروپا، سرمایه‌گذاری روی شکست ترامپ و روی کار آمدن بایدن در آمریکا برای بازگشت به وضعیت قبل از ترامپ. در این میان کرونا هم به کمک رژیم آمد. خامنه ای در سخنرانی خود در 13 اسفند 98 کرونا را یک فرصت توصیف کرد. تمام موضع‌گیری های خامنه ای و روحانی طی سال گذشته، از لاپوشانی ورود و گسترش ویروس تا مخالفت با قرنطینه و ممنوع کردن خرید و ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی و سپس تخطئه واکسن و به تأخیر انداختن واکسیناسیون قطره‌چکانی، همه و همه مؤید همین سیاست، یعنی استفاده از کلان تلفات کرونا به عنوان سد و راهبندی در برابر قیام بوده است. اما به رغم تمامی این مشترکات، جنگ و دعوای باندهای مافیایی درون رژیم در سال گذشته اوجی بی سابقه یافت که نخ نبات همه آنها جنگ بر سر سهم بیشتر از قدرت و غارت است. جنگ و دعوا بین مجلس یک دست خامنه‌ای با دولت روحانی. مجلس انقباضی از راه نرسیده موضوع استیضاح و برکناری روحانی را مطرح کرد.
بعد از بالا گرفتن موضوع استیضاح و برکناری روحانی در مجلس، ولی فقیه در تیر ماه با ملاحظه بحران‌های نظام احساس خطر کرد و دستور برچیدن بساط استیضاح را داد. اما دلواپسان نظام باز هم کوتاه نیامدند و موج بعدی حملات به روحانی روز 25 مهر توسط آخوند زنوری رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم کلید خورد. هنگامی که او هزار بار اعدام روحانی به خاطر حرفهایش درباره مذاکره را درخواست کرد. این جدال در مجلس ارتجاع با تهدید روحانی به استیضاح و برکناری بالا گرفت. روز 3 آبان خامنه ای ناچار مجدداً به صحنه آمد تا با دهنه زدن به نمایندگانش جلوی روند از هم گسیختگی رژیمش را بگیرد. اقدامی که تا پایان سال چند بار تکرار شد. جنگ بر سر بودجه. رویدادهای سال گذشته نشان داد روزه‌های وحدت خامنه‌ای کارساز نبوده و دوباره بر سر لایحه بودجه جنگ اوج گرفت. مجلسی‌ها این بودجه را که بر مبنای صدور روزانه 2,300,000 بشکه نفت و ارز 4,200 تومانی برای به اصطلاح تأمین کالاهای اساسی، اما در واقع برای راندخاری میلیاردی این باند سرهم بندی شده بود، غیر واقعی، سیاسی، رانتی، پوشالی و غیره توصیف و تخطئه کردند و کمیسیون تلفیق بودجه را دست گرفت و 2 ماه به اصطلاح روی آن کار کرد و نهایتاً خامنه‌ای در نامه‌ای به قالیباف دستور داد که این بساط را جمع کند و سرانجام دو طرف به این صورت توافق کردند که تا 6 ماه بعد که دولت روحانی سر کار است، اهرم غارت ارز 4200 تومانی را حفظ کند و باند رقیب هم متقابلاً امکانات غارت خود مانند افزایش مناطق آزاد تجاری برای وارد کردن خودروهای لوکس و غیره جهت کسب سودهای نجومی را حفظ کند و بعد از 6 ماه دوباره در این مورد تصمیم گیری می شود. یعنی باند غالب می تواند تمام اهرم‌های قدرت را در چنگ بگیرد. بدین ترتیب غارتگران حاکم برای 1 سال دیگر بار بزرگترین دزدی‌های خود از سفره و جیب مردم ایران را بستند. جنگ و جدال بر سر برجام و رابطه با آمریکا. بیشترین جنگ و جدال دو باند حاکم در سال گذشته بر سر رابطه با آمریکا، مذاکره و برجام بود. شدت و حدت این جدال به حدی بود که باند ولی فقیه باند روحانی را دلباخته ی آمریکا، نفوذی و خائن مینامید و آن باند هم متقابلاً رقیب را کاسبان تحریم مینامید که به علت منافع چند میلیارد دلاری که از رهگذر قاچاق کالا و دور زدن تحریم‌ها به دست می‌آورند با برجام و FATF و مذاکره مخالفت می‌کنند. تمام سرمایه‌گذاری و خط رژیم و مشخصاً خامنه‌ای در مورد برجام و رابطه با آمریکا از اول سال بر احتمال کنار رفتن ترامپ بنا شده بود و دست بر قضا ظاهراً بخت با ولی فقیه یار بود و ترامپ کنار رفت و بایدن که در سمت معاونت اوباما سابقه مماشات با رژیم را داشت سکان را به دست گرفت. هر دو باند از این تغییر غرق شادی و ذوق زدگی بودند، اما نتیجه چه شد؟ پس از موشک پرانی رژیم به یک مرکز نظامی آمریکایی در اربیل و سفارت آمریکا در بغداد، با فاصله بسیار کوتاهی پاسخ آن را از آمریکا به صورت یک حمله هوایی سنگین به یک مرکز نظامی مزدوران رژیم در آلبو کمال سوریه و نزدیک مرز عراق دریافت کرد. مهمتر این که اعلام شد این حمله با دستور شخص بایدن صورت گرفته. نکته این است که در تمام مدت 16 سال دوره زمامداری بوش پسر و اوباما، رژیم بیش از 2000 آمریکایی را در عراق کشت و آمریکا به علت سیاست مماشات هیچ واکنشی نشان نداد. اما اکنون با 1-2 حمله از جانب نیروهای نیابتی رژیم که هیچ آمریکایی هم در آن کشته نشده، بایدن چنین واکنشی نشان می‌دهد. نکته قابل توجه این که این اقدام هم در داخل آمریکا از حمایت دو حزبی برخوردار شد و هم در اروپا وزیران خارجه فرانسه و انگلستان صراحتاً از آن حمایت کردند، اجماعی که ترامپ از آن بی بهره بود. به این ترتیب تکلیف برجام هم که رژیم امید بسته بود با آمدن بایدن آن را به همان وضعیت پیشین 2015 برگرداند، روشن شد و تیر خلاص به آن زده شد. جنگ و دعوای درون قوه قضاییه. در سال گذشته شاهد پدیده نسبتاً نوظهور جنگ در درون خود قضاییه خامنه‌ای بودیم. شاخص این دعوا که پس از کنار گذاشتن آخوند آملی لاریجانی
آخوند رئیسی آن را در پشت پرده پیش می برد، دستگیری و محاکمه اکبر طبری بود، کسی که به مدت 20 سال و در مدت ریاست شاهرودی و آملی لاریجانی معاونت اجرایی امپراتوری فساد در قضایای خامنه‌ای را به عهده داشت. برخی ریشه این دعوا را جنگ جانشینی خامنه‌ای بین رئیسی و آملی لاریجانی می دانند. با شروع دادگاه طبری در 18 خرداد 99 و ماجرای فرار غلامرضا منصوری متهم ردیف 9 این پرونده و نقشه بازگرداندن او به ایران و سپس قتل منصوری در رومانی، در طرح و برنامه ابراهیم رئیسی برای از دور خارج کردن لاریجانی در جنگ جانشینی صفحه سیاه دیگری گشوده شد. قتل منصوری نشان از شدت و حدت این جنگ دارد و اینکه طرفین در این جنگ تا کجا حاضرند پیش بروند. جنگ درونی رژیم اصلی یا فرعی؟ با پایان یافتن سال 99 اکنون این سوال باقی است که چرا دو باند متخاصم حاکم به رغم هشدار ریش سفیدان هر دو باند در مورد سوراخ شدن کشتی و خطر دشمن مشترکشان یعنی مجاهدین که در کمینند از تک و پاتک علیه هم کوتاه نمی آیند و بی امان به هم می تازند؟ پاسخ را باید در شرایط فوق‌العاده خطرناک و حساس کنونی و به عبارت دیگر در بحران سرنگونی جستجو کرد. هر کدام از دو باند تقلا می کنند به سبک خود جلوی سرنگونی را بگیرند. خامنه‌ای با یک پایه کردن و انقباض رژیم و اصلاح طلبان با آویختن به دامن غرب و سیاست مماشات. و همین سیاست آنها را به جان هم انداخته و در یک کشاکش فرساینده رژیم پیوسته تکه تکه شده و از انسجامش روز به روز کاسته می شود. در حالی که آن قیام در تقدیر روز به روز و لحظه به لحظه نزدیکتر می شود. برای اطلاع بینندگانی که از این لحظه به ما می پیوندند توضیح بدم که برنامه ایران در سال 99 رو می بینید. خب گزارش رو دیدیم. سلام میکنم به آقای عزیز پاکنژاد و آقای هادی روشنروان و ضمن تبریک سال نو به شما خوش آمد میگم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و تبریک میگم سال 1400 و امیدوارم که امسال سال پیروزی مردم بر این رژیم ضد بشری باشد. سلام و درود و تبریک سال نو به شما و مردم تحت ستم ایران، به کانون‌های شورشی و به طور خاص به همرزم عزیزم آقای هادی روشنروان. اولین سوال رو اجازه بدید از آقای پاکنژاد بپرسیم. آقای پاکنژاد، در سال گذشته تضادها و جنگ و دعوای باندهای درون رژیم حول چه موضوعاتی و بین کدوم باندها فعال بود؟ این تضادهایی که گفتید همیشه در رژیم بین باندهای دوگانش بوده و ادامه داشته، اما جنگ و دعوای اینها بعد از نمایش انتخابات مجلس به دلیل اون شرایط خطیر داخلی و خیزش‌ها و فوران خشم مردم، اینا به شکل حادتری بین دولت روحانی و مجلس قالیباف جریان پیدا کرده. موضوع در این مورد خاص سر بودجه، مثلا یکی از اولین چیزاشون، دعواشون سر بودجه سال 1400 بود که روحانی داده بود به مجلس قالیباف و اونا هم سنگ اندازی کردن جلوی روحانی و تاکید کردن، انگوش گذاشتن روی موارد خاصی که غیر قابل تحقق به نظر می رسید و این جنگ و دعوا یه نزاع سختی بود بین طرفداران دو جناح در این زمینه. یه جنگ دومی هم داشتن، یه جنگ دیگه هم داشتن که ادامه داره هنوز، اونم روی مذاکره با امریکا و روی برجامه که کماکان گفتم ادامه داره. دو باند از زاویه حفظ نظام البته هر کدومشون راه حل‌هایی رو ارائه میدهن میدادن و الان هم دارن میدن که به نظر باند مقابل باعث سرنگونی کل نظام میشه. این داستان الان به یک کلاف سردرگم تبدیل شده. خب باند روحانی برای حفظ نظام اونطور که عرض کردم راه حلی رو که پیشنهاد میکنه راه حل مذاکره با امریکا و نوعی کوتاه اومدن در مقابل فشار خارجیه در زمینه‌های مربوطه، مسائلی که در این
به این مسئله مربوط میشه، مثل اتمی، مثل موشکی، مثل مسائل منطقه‌ای. باند مقابل میگه که آقا اگه این کارو بکنیم یه خودکشیه، برای ما خودکشیه و نظامو از بین میبره، چون باعث میشه که مردم به میدون بیان و خواست سرنگونی رو اونا محقق خواهند کرد اگر این راه ها رو بریم. و میگن شما خیانت میکنید با این چیزایی که تبلیغ میکنید و به مردم میگید. باند مقابل هم، باند خامنه ای که به طور طبیعی راه حل انقباضی رو مطرح میکنه، سختگیری، کوتاه نیومدن در مقابل خارجی و همراه با چی؟ سرکوب اعتراضات مردمی، اینو پیشنهاد میکنه. که باند روحانی هم میگه که بابا این راهی که شما دارید میرید و میگید و پیشنهاد میکنید اینه که مردم رو بیشتر جری میکنه و به میدون میاره که باعث سرنگونی میشه. یه جنگ دیگه هم بین قوه مجریه و قوه قضاییه رژیم در جریانه، به طور مشخص بین روحانی و رئیسی، که بیشتر روی خودش و روی دزدی‌های باند روحانی به اصطلاح نشون داده که این کاری که دستگاه ولایت فقیه و رئیسی میکنه، قوه قضاییه میکنه، بیشتر برای تضعیف کل دستگاه باند روحانی و اصلاح طلبای داخل نظام که دور و بر این هستند، برای جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری که در پیش دارن در چند ماه آینده. به نظرم در این مورد این دعوا بیشتر اینجوری خودش نشون داد. دعواهای درونی خود باندها هم هست. مثلا در باند ولی فقیه در داخل قوه قضاییه ما در ماهای گذشته شاهد یک جنگ خیلی سختی بین رئیسی و رئیس سابق قوه قضاییه بودیم که این به جاهای باریک کشیده شد و تا اونجایی که به نظر میرسه، من فکر میکنم این دعوا بیشتر برای از طرف باند خامنه‌ای بیشتر برای اعتبار دادن به رئیسی جلاد بود و بیشتر دعوای رقباس برای جانشینی خامنه‌ای بعد از مرگش. عادتا باید این باشه. اینا گوشه ای از تضادهای درونی کل نظامه که نشون میده بالایی ها نمیتونن مثل قبل، مثل گذشته، زیر فرمان خامنه‌ای و با اطاعت بیچونه چرا از اون حکومت بکنن، در آرامش حکومت بکنن یا حداقل در تضاد و تناقض و بحران زندگی بکنن، که این خودش یکی از نشانه های موقعیت انقلابی در جامعه میتونه باشه. بله آقای روشن روان، همونطور که آقای پاک نژاد اشاره کردن که بین دعواهای معمول که بین دولت و مجلس و دولت و قوه قضاییه جریان داشت، یک دعوای غیر معمول یا کمتر علنی شده هم در درون قوه قضاییه و داخل باند خامنه‌ای جریان داشت. آیا شما هم همینطور می‌بینید قضیه رو؟ بله، قضیه همینطور که آقای پاکدینیان توضیح دادن، این بحران‌های بالا و پایین رژیم که با هم یک چیز هماهنگ داره، در سال 99 به ویژه، یعنی از آبان 98 شروع شد و در 99 به اوج خودش رسید و هنوزم ادامه داره. بحث این هست که هر دو جناح رژیم، این که در گذشته تضادهاشون حول قدرت بود و حفظ قدرت یا به دست آوردن قدرت، تقسیم قدرت بود، در این سال تبدیل شد به حفظ نظام در مقابل نیروی برانداز و به طور مشخص ادامه آبان و وحشت از این که یک خیزش بزرگ دیگه رژیم سرنگون کنه، که این رو همه موارد رژیم از تمام جناح‌ها و در درون جناح‌ها وجود داشته و ادامه داشته. به طور مشخص این که به قوه قضاییه اشاره کردید، دعوایی که به طور خاص در قوه قضاییه شروع شد مربوط به سال 98 که ادامهش کشیده شد به سال 99 که نقطه عطفی داشت در این دعوا، که اون هم تحولات بعد از قیام آبان بود، که من یه اشاره مختصری به این پروسه می کنم. رژیم با دو مسئله در حال حاضر باش مواجه هست. یکی که از قبل مطرح بود، بحران جانشینی بود، که خامنه ای در تلاش بود که جانشین خودش رو به ترتیبی کسی قرار بده که با دو فاکتوره مشتبه بعدن بتونه در اون حاکمیت بیا جای باباشو بگیره. و در این محلل این قضیه آخون رئیسی بود
که ابتدا سعی کرد در سال 96 اونو به ریاست جمهوری برسونه که در اون شکستی که خورد به دنبال این بود که به یک نحو دیگری این آخوند رو بالا بیاره برای این کار. این بود که در کسی که رقیب جانشینی خامنه ای در برابر رئیسی تو آخوندها مطرح بود، این آملی لاریجانی بود که رئیس قوه قضاییه بود، که این در حال که 5 سالش تمام هنوز نشده بود، دوره دوم 5 سالش تمام نشده بود، در اسفند 97 این برکنار و آخوند رئیسی جای این آورد. آخوند رئیسی در یک پروژه حساب شده که خامنه ای طراحی کرده بود برای خراب کردن لاریجانی، که در هر اتفاقی که ممکنی که برای خامنه ای افتاد از جانشینی اون بسوزه، رو آغاز کرد و اونم این بود که علی اکبر طبری معاون اجرایی لاریجانی و رئیس امور مالی قوه قضاییه که به مدت 20 سال در دوره شاهرودی و در دوره لاریجانی بالای کار بود، به عنوان فساد از کار برکنار و بعد در اوائل سال 98 اینو در خونه لاریجانی دستگیر کردن، که این دستگیری خودش اینو تبلیغات هم بود برای اینکه نشون بدن که لاریجانی به یک آدم فاسدی جا داده و ازش دفاع کرده، و یک همچین اتفاقی در 17 تیر 98 اتفاق افتاد که لاریجانی سن این موضوع ناراحت شد و در 27 تیر یک نامه به خامنه ای نوشت و گفتش که در این اتفاقی که افتاده، خب من دیگه درست نیست رئیس مجموعه تشخیص باشم، من میتونم برم نجف بشینم درس بخونم. که خامنه ای جواب این خیلی تون، نه خودش بلکه از طریق این آخوند که هنوز اخیراً مدفون شد و محمد یزدی، داد که اون خیلی تند به این برخورد کرد، که لاریجانی هم در جواب برداشت گفتش که من سینه من پر از اسرار نظامه، اگر لب بکشایم همه چیز را خواهم گفت. که این ولی این دعوا ادامه پیدا کرد تا بعد قیام 98 شد. از قیام 98 یک پارامتر دیگری وارد صحنه تضادهای رژیم شد، اونم وحشت از سرنگونی بود، به طوری که بعد از اون همه روی این تاکید داشتن که این حرکتی که در آبان 98 شد، این فرودستان میتونن دو دفعه به صحنه بیان و همه ما رو با هم جارو کنن. و این تضاد تاثیر گذاشت که این تضاد اولی جانشینی یک مقداری فروکش کنه. بنابراین دادگاه طبری به سال 99 که اما امسال بود موکول شد، که در این دادگاه 22 نفر رو به عنوان متهم معرفی کردند. نفر نهمش هم فرد آخوندی بود به نام منصوری. اتهامات که مربوط به دزدی‌های کلانی بود که همه اینا دارن، این دزدی‌ها که یه چیز ثابتیه، ولی این اتهام این آوردن در میخواستن در دادگاه علنی مطرح کنن. دادگاه دامه به اسم علنی بود ولی در عمل تحت عنوان کرونا اجازه ندادن بقیه برن، خیلی تعداد کمی شرکت میکردن. و این جریان که ادامه پیدا کرد و شروع کردن یه سری افشاگری های دیگه، از وحشت این که دو دفعه لاریجانی صحبت بکنه، خامنه ای احساس کرد که هر این قضیه میتونه به یک استارت یا یک جرقه قیام دیگه منجر بشه، به ناچار مجدداً وارد صحنه شد و برخلاف صحبت اولش آمد کاملا لاریجانی تعریف کرد و گفت اصلا این پرونده فساد خود لاریجانی اون وقت دنبال بکرده و این چیز جدیدی نیست. و به این ترتیب اصلا قضیه‌ای که شروع کرده بودن با این کار خامنه ای به نوعی به شکست انجامید. بنابراین در یه جلساتی این سرته هم این قضیه رو به هم آوردن. ولی در این پرونده یکی دیگه متهم ردیف نه پرونده غلامرضا منصوری بود، آخوند غلامرضا منصوری بود، که اونم به مدت حدوداً 30 سال در قوه قضاییه بوده، که تمام حکم‌های این فساد، یعنی خانه‌های لواسان رو که اینها دزدیاشون اونجا بود، همه حکم‌ها رو این داده بود، که این به دنبال بالا گرفتن احتمال دستگیری طبری از کشور خارج شده بود، که دنبال این بودن که اینه برگردانن، که این خودش گفت من حاضرم برگردم ولی بیام اونجا همه چیز را خواهم گفت.
که اگر میامد میگفت بیش از هر چیزی دست خامنه ای و دار و دستش به ویژه مشتبه اینها رو میشد. بنابراین با یک طرح حساب شده اینه به روبانی بردن و در رومانی اینو در ترور کردن و کشتن و جنازش آوردن که اخیراً هم تو رسانه ها مشخص شد که این کاملا قتل بوده. دادگاه طبری هم که دادگاه اول 58 سال بهش زندان براش فریدن، در همین اسفند 20 اسفند دیوان عالی کشورم شش رو تایید کرد و ولی در 21 اسفند به محض اینکه تایید شد الان طبری شروع کرده، گفته پس منم الان شروع میکنم از تو زندان یک چیزهای افشا میکنم پشت پرده این قضیه. یعنی این داستان علی رغم این جریان هنوز تازه شروع شده و بازم ادامه داره، ولی اون چیزی که ضربه جدی خورد همون دستگاه اول بود که میخواست بره یک پوانی ضد فسادی برای رئیسی درست کنه، در حال که این خودش این دادگاه رئیسی و بقیه قوه قضاییه هم زیر سوال برد، چون گفتن 20 سال که خودت در بالای این قضیه بودی چگونه الان آمدی اینه دستگیر میکنی، مگر تو خودت معاون اول خود لاریجانی نبودی چگونه شد که حالا این کار میکنی، که یک همچین بلبشوی میخواستن سرش هم بیارن که حالا ممکنه مجدداً با افشاگری های طبری این مجدداً برجسته بشه و رو بیاد. بله آقای پاک نژاد، در ورای این جنگ و جدال ها که الان در صحبت های هم شما و هم آقای روشن روان بود و به وجوه مختلف اون اشاره کردین، حالا سوالم اینه که بالاخره دعوا در رژیم بر سر چیه؟ اونم جنگ و درگیری درون یک باند. در این مورد هم دعوای اصلی طبیعتاً مثل همیشه روی سهمیه‌ایه که باندها طلب میکنن از قدرت و اونم برای بکارگیری قدرت برای غارت بیشتر مردم و منابع اونا. این که خیلی چیز روشنیه. تو این دعوای بودجه ما اینو به خوبی دیدیم که چقدر روی مسئله منافع شخصیشون داشتن تلاش میکردن و چقدر حساسیت داشتن سر این. اما اون چیزی که واضحه و باید بهش توجه بکنیم که خیلی مهمه اینه که به طور قانونمند وقتی یک بحران انقلابی در جامعه هست، این بحران باعث میشه در اون بالا یعنی در حاکمیت یک بحران سرنگونی به وجود بیاد. یعنی اینجوری خودشو نشون میده، بحران انقلابی در داخل جامعه تبدیل وقتی غیر قابل حل باشه، وقتی حاکمیت نتونه اونو حل بکنه، تبدیل میشه به یک بحران سرنگونی در درون خود حاکمیت، در اون بالا. این اون چیزیه که باید بهش خیلی توجه بکنیم. این خیلی مهمه. باید از لابلای تحلیل ها و تصمیم گیری های سران رژیم و بخصوص اشکال مختلفی که دعواهاشون پیدا میکنه و نتایجی که میده، اون بنبست هایی که در بالایی ها هست، اینو باید از لابلای اینا بیرون بکشیم و اینو نشون بدیم به مردم. یعنی مردم خودشون باید اینو متوجه باشن که چه تحولاتی به چه شکلی و با چه قاعده و قانونی داره انجام میشه در بالای حاکمیت. خیلی لازمه که توی این موقعیت مردم عزیزمون اینه ببینن، گول قدرت نمایی های پوشالی رژیم رو نخورن، چون این رژیم واقعا خیلی ضعیفتر و مفلوبتر از اونیه که نشون میده. کافیه همین تقلاهایی رو که دارن میکنن به شکل جور با جور برای جلب حمایت خارجی که اونا سر لطف بیان باشون، سیاست خارجی یا سیاست جهانی کشورهایی که در اروپا هستن، امریکا هستن، دارن تقلا میکنن، التماس میکنن که نرمش نشون میدن در مقابل رژیم که بتونه مثل سابق ادامه بده، که با اینم به طور طبیعی چیزی نیست که با این ضعف و فلاکتی که رژیم دوچارش هست بتونه محقق بشه. و خود این مجموعه نشون میده که وحشت اونا از قیام ها و شورش های مردمی بیشتر. اگه حمایت خارجی رو هم میخوان، برای اینکه میدونن دشمنی خارجی میتونه مردم رو بیشتر و وسیع‌تر به میدون مقابله با رژیم بکشونه. بله. سوال بعدی رو از آقای روشنروان میکنیم. با توجه به اوضاع بسیار خطرناک و اینکه همه باندهای رژیم هم مرتب به هم هشدار میدن که شرایط خطرناکه و دشمن در کمینه و همه در یک کشتی نشسته ایم و غیره، خب چرا نمیتونن این جنگ و دعواها رو پایان بدن یا لااقل تخفیفش بدن؟
بله، از کتاب سوال مهم و اساسی همین سوالی است که مطرح کردید. واقعیت مسئله اینی که گفت در قسمت اولم توضیح دادم، بعد از قیام 98 ریشه تضادها کشیده شد بر گریان تهدید کل نظام، همینجورم که در سوال شما مطرح کردید که مطرح میکنن ما همه در یک کشتی نشستیم، اگر این کشتی سوراخ بشه همه آن با هم غرق میشیم و این تهدید جدی حفظ نظامه. همه جناحار هم در این حال که منافع کاملا متضادی با هم دارن و به جناح گفتن واقعا درست نیست، باید گفت باندهای مافیایی هر کدام از اینها منافعی دارن، ولی روی چیز مشترکن که باید این نظام رو به نحوی حفظ کنن، اگر حفظ نکنن همشون با هم میرن. اما روی چگونه حفظ کردن تضادهای بسیار شدیدی با هم دارن و دو تا خط کاملا، خیلی بخوایم در کلیت تقسیم کنیم، دو تا خط که در مقابل یکدیگر قرار گرفته. یک خط اینه که میگه آقا در این 42 سال مسیری که ما رفتیم کاملا اشتباه بوده، در همین 42 سالی که ما اینجا حاکم بودیم، چین که در اون موقع 100 نفر از هر 1000 نفر زیر خط فقر بودن، الان به 1% رسیده، در حالی که ما برعکس جامعه‌مون در فقر و فلاکت بسیار شدید قرار گرفته و هیچ پیشرفتی هم نداریم و تمام جامعه اعتمادش از ما دست داده. این بی‌اعتمادی حتما آبستن یک قیام دیگه است و ما باید بیایم در مقابل این بیستیم. این هم نمیشه میگه سیاست 42 ساله گذشته خودمونو به گور بسپاریم و به قول معروف بریم و از هم سیاست منطقه‌ای، هم موشکی، هم اتمی، هم این سرکوب در داخل دست بکشیم، در این صورته که ما میتونیم مثل کشورهای دیگه بقامون ادامه بدیم. خامنه‌ای میگه خب این مسئله که شما میگید قبل از هر چیزی من باید برم و همونجور که خودش گفته که تغییر رفتار که شما میگید معادل همان تغییر نظامه و این جواب نداره. تنها جوابی که هست ما باید بتونیم این جریان سرکوب کنیم. به همین دلیل هم هست که به سمت انقباض و رفتن و جناح‌های دیگر حذف کردن قدم برداشتن. واقعیت مسئله اینه که در جامعه ایران در حال حاضر یک به طوری که خودشون، یعنی حتی این پژوهش‌های مجلس رژیم هم در ارزیابیش نوشته، حدود 70 میلیون نفر از مردم ایران در خط فقر، 60 میلیون زیر خط فقرن، حدود 70 میلیون کاملا ناراضی از این رژیمن، حتی زیر 10 میلیون هستن کسانی که این حاکمیت میچرخونن و همون اونم با چه اختلافات طبقاتی که هیچ وقت در تاریخ ایران همچین چیزی سابقه نداشته. یکی از جامعه شناسان بررسی کرده بود، میگفت در ایران سر انقلاب قیام 98 بررسی کرده بود که در قیام 98 این همه طبقات آمده بودند، چون در ایران دیگه ما طبقه نداریم، یعنی این نیست که فقط بگیم فرودستان آمدند، چون همه طبقات میانه دیگر اینها همه به تو از این رژیم ناراضی هستند به خاطر اینکه هرچی داشتن اینها رو هم روندن به سمت فرودستان و ما الان با یک همچین مقوله مطرحیم. اخیرا نوشته بودن اگر در سال 99 ما مواجه با شهروند آسی بودیم، ما در سال 1400 مواجه با بیپناهان هستیم و اینها دیگه به هیچ شبج و به هیچ چیزی رحم نخواهند کرد و همه ما را از دم تیغ خواهند گذران. یا یکی دیگه از جامعه شناساشان مطرح کرده بود که اگر ما تا انتخابات 1400 بتونیم خودمونی حفظ کنیم و با قیامی مثل 98 مواجه نشیم، هر کسی این روی کار بیا، چه خامنه‌ای زنده باشه، چه خامنه‌ای مرده باشه، چه پاسدار رو کار بیا، چه اصلاح طلب رو کار بیا، اگر قطار رو عوض نکنه همه به ته دره خواهیم رفت و اگر عوض کنه دیگه این نظام اون نظام نیست. یعنی الان
بررسی ها و جامعه شناسی ها و هم خود مقامات رژیم یکی پس از دیگری روی این انگوش میذارن که این بود و نبودشون درش میبینن. که باید برای این که چند روز بیشتر باشن خامنه ای خط انقباض و سرکوب پیشنهاد میکنه، جناهای دیگه خط سازش با یعنی در واقع فراتر از سازش، یعنی تغییر کل این 42 سال راهی که 42 سال رفتن، اهم از صدور انقلاب، اهم از سرکوب در داخل، اهم از همه این جریانات باید به هم بریزن که با به هم ریختن اینم که اون جناح دیگه به درستی هم اونم میگه که دیگه چیزی از این نظام نخواهد دون. اخیرا همین در اسفند ماه 18 اسفند بود تو روزنامه مردم سالاری یکی از اینها به نام احمد چمران یک مقاله نوشته بود و به اینا گفته شما چرا انقدر با هم درگیر هستین؟ درگیری اصلی اگر شما بخواید ببینید با کی دارید، با اونهایی است که به شدت دنبال سرنگونی شما هستن، در آلبانی نشینا هستن که هر روز و هر ساعت دارن اقدام میکنن و نیروهای در داخل ایشان که به نام کانونهای شورشی هست و اینها رو باید شما اصل بگیرید و در مقابل اینها بایستید. یعنی الان اون چیزی که رژیم به شدت ازش وحشت داره، از یک طرف این شرایط و موقعیت انقلابی جامعه است که واقعا که این جامعه به هیچ وجه این نظام نمیخواد و از الان هم مشخصه که در انتخابات 1400 هم کسی در این نمایششون شرکت نخواهد کرد اگر تا اون موقع باشند و در این موقعیت تهدید اصلیشون هم این مقاومت میبینن و در حالی که در همین مدت بیشترین انرژی نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و لباس شخصی ها همه علیه این کانونهای شورشی بوده، هر روز میبینیم که اینها دارن ارتقا و رشد پیدا میکنن. یعنی به عبارت دیگر یکی از این جامعه شناسان تحلیل کرده بود که در حال که سرکوب بالا بردن ولی اثرگذاری سرکوب پایین آمده و دیگه نمیتونن جلوی با این جلوی این راهو بگیرن. یکی دیگه از جامعه شناساشان تحلیل کرده بود که الان دو جریان قوی راه افتاده، مثل یک جلو یکی با سرکوب سد کردن، جلو دیگری با این که اگر شما بیان کمک کنین میتونیم حل کنیم، یعنی به اصطلاح همین از این مماشاتگران که گفته بود هر روز از اونها کم میشه به کسانی که میگن هیچ راهی جز شکستن این سد سرکوب و جلو رفتن هست وجود نداره و این سد به زودی خواهد شکست. این حرفایی که داخل خودشون میزنن، یعنی الان با این بحران سرنگونی و شرایط انقلابی، اون هم با یک مقاومت شناخته شده، با کانونهای شورشی و شوراهای مردمی در داخل کشور، این چیزی جز سرنگونی به اینا نوید نمیده و همین وحشت باعث شده که نمیتونن به هیچ وجه هم تضاداشون رو با هم حل کنن. بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون و همینطور تشکر میکنیم از حضور شما و آقای پاکنژاد در این برنامه. متاسفانه وقت این برنامه تمومه، وگرنه علاقه داشتیم که این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. بینندگان عزیز، امیدوارم تونسته باشیم تصویری از وضعیت بحران درونی رژیم در سال 99 رو براتون ترسیم کرده باشیم. تا برنامه بعدی و بررسی وضعیت ایران در سال 99 از زاویه دیگه، خدا نگهدار. پیروز و شاد و سرفراز باشید.